نوید سلام. سلام، خوبی آرمین جان؟ مرسی، بگو. صدای من میاد؟ بله صدا میاد. بکنم تأخیر. آره تأخیر، با تأخیره. آره، حالا بعد یه ذره چیز کنیم. من اینترنت هم یه ذره جای بعدی هم خوب نیستش، به هر حال ببخشید. من یه دو تا نقد داشتم. نقدی که مجید به تو کرده بود و من قبلا بهت کرده بودم که خودت هم تکرار میکنی اینا، ولی خب بعضی جاهاشو راست میگی، بعضی جاهاش لازمه، چون بعضی جاهاش میدونی چیه، تو میدونی چرا بعضی جاها میدونی چرا خیلی تکرار میکنی، چون حس میکنم فکر میکنی فارسیت خوب نیست، میخوای اینو یه جوری بگی که جا بندازی، بعد هی مجبوری تکرارش بکنی، مخصوصا وقتایی که دنبال کلمه میگردی هی توضیحشو زیاد میکنی، هی تکراری میشه. درست. بعد یه نکته ای میخواستم راجع به امید دانا بگم. این که امید دانا رو نقد میکنی خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی مثلا توی نقدت اینقدر هیجانی میشی، یه جایی میگی مگه میشه این همه آدم مثلا این احمق رو دنبال بکنن. میخوام بگم که مثلا این آدمی که داره اینجوری دروغ میگه، چرت و پرت میگه، نمیدونم فلان، مگه میشه مثلا میان تشویقش هم میکنن. میخواستم یه نکته ای رو انگاری در نظر نمیگیری موقعی که داری اینو. ببین مثلا یه مثال، من اینو رو دیسکورد هم یه سری وسط گذاشتم رو آدیو، یه مثالش مثلا امیر تتلو 4 میلیون تا فالوور داشت، نمیدونم 4 میلیون یا 2 میلیون، یه همچین چیزی تو اینستاگرام فالوور داشت، خیلی زیاد. بعد این یه مدت یه چیزی روی چیزش گفت، روی صفحش گفت بگید بغبغو، به بقیه واسه بقیه چالش درست کرد، گفت بگید بغبغو. ملت همه تو اینستاگرام، همه این تتلیتی ها به خود باز خودشون اسم هم گذاشته بودن، میگفتن بغبغو، همینجوری مثلا از خودشون فیلم میگرفتن بغبغو کنان میفرستادن برای این هم یه استوری میکرد. یعنی وقتی این یه همچین درخواستی میکرد ازش میخواست. امیر تتلو رو گرفتن، ادمینش رو صفحه اینستاگرامش از مردمی که از این 2 میلیون نفری که تو صفحه این بودن خواستن که بیان مثلا جلو دادگستری مثلا در حمایت از تتلو، 20 نفر نرفتن. میخوام بگم اینا یه طرفدارایی هن که یه عده‌ش یه طرفدارایی هن که همینجوری هستن. مثلا یارو چون با اون ببین امید دانا خیلی به مسائل رسانه‌ای آگاهه، یه جوری صحبت میکنه که جذب میکنه فالوور، یعنی با اون سیستم و با اون چیزایی که پیاده کرده میشناسه اینا رو، یعنی این سواد رسانه‌ایش واقعا بالا، سوادی که بتونه جذب بکنه رو داره. خب ولی حالا مثلا بعدش هم یه نکاتی رو میگه، به نظر من یکی از دلایلی هم که فالوور زیاده نجات پرستی ایرانی هست. اون دوستانی که میگفتن ایرانی ها نجات پرست نیستن، نجات پرست نیستن، اینجا ثابت میشه، چون فوق العاده این آدم نجات پرسته و نجات پرستانه صحبت میکنه. و یه حالا ممکنه طرف مخالف جمهوری اسلامی هم هست، ولی اینقدر نجات پرسته که بعضی از حرفای اینو دوست داره، به خاطر بعضی از حرفاش پای اینه سابسکرایبش کرده، کامنت میذاره، نه به خاطر همه یه حرفاش. ممکنه یکی چرت و پرت زیاد بگه، همه کسایی که الان تو جمهوری بیخدایان تو رو سابسکرایب کردن که همه یه حرفای تو رو که نمیپذیرن که. خب و این طبیعیه که یه آدمی به خاطر یه دو تا نکتهش مثلا یه عده فالوورش بشن، ولی به خاطر 100 تا نکته دیگهش فالوورش نشه. اینقدر جای تعجب نداره و اینم حتی جای تعجب نداره که بعضیا بیان به تو بگن چرا اینو نقدش میکنی، ارزش نداره نقدش. اون آدمه داره از دیدگاه خودش میگه. بعد همین که یه نفر به تو میگه چرا اینو نقدش میکنی، ارزش نداره، تو یه موضع شدید. من موافقم نقد میکنی ها، من نمیگم نقد نکن، من جزء دست آدمایی هستم که موافقم که این کارو میکنی، بیشتر به خاطر اینکه یاد بدی که چجوری مثلا بچه ها متوجه ایرادهای منطقی این آدم بشن، متوجه بشن که مشکل کار کجاست. این خیلی خوبه، اصلا این نقده عالیه. ولی اون کسی هم که میگه اینو نقد نکن، خیلی چرت میگه، چرا داریش مثلا بزرگش میکنی و فلان و اینا، اون جمله اونم جای تعجب نداره، جای موزه گرفتن نداره، یا اینکه جای اینکه تو مثلا بهش بگی نظر تو چرته دیگه، اینم یه ذره چیز دیگه تنده. من نمیدونم چرا راجع به امید دانا اینقدر حساسی تو. تا یکی میگه حالا چرا اینو نقدش میکنی، مثلا ممکنه کسی دیگه رو بگی تو اینقدر حساسیت نشون ندی. حالا یه نقد دیگه هم بهت داشتم، حالا اینو جواب بده ببینم نظر چیه راجع به این. ببین اینکه وقتی که من میگم مگه میشه، خب من خودم میدونم که میشه، من میدونم که قابل توجیه هست که چرا یک همچین حرفای مزخرفی اینقدر طرفدار داره. خودم هم تو برنامه میگم خب مگه اسلام اینقدر طرفدار نگی داره،
خب مگه اسلام مزخرف نیست؟ مگه مسیحیت مزخرف نیست؟ مگه همه ادیان مزخرف نیستن؟ این اصلا اکثر مردم این دنیا به این چیز عقیده دارن. یعنی اینکه یه چیز مزخرف باشه، من میدونم میتونیم، یعنی معنیش این نیست که طرفدار پیدا نمیکنه. ولی خب من نمیدونم دیگه چی بگم. بالاخره منم بعضی موقع این برنامه ها رو میذارم به جای، یعنی درسته که هدفم آگاهی سازیه، ولی خودم هم دوست دارم یه مقدار این بدبختی خودمون رو با این حرفایی که انقدر رواج پیدا میکنه رو یک جوری اکسپرس بکنم خودم. و شما بالاخره نشستین دارین گوش میدین، من دیگه با کی صحبت بکنم تو زندگیم که بگم آخه چرا؟ میدونی از چیه؟ خب شما یه مقدار گوش شنوا پیدا کردم، نشستین دارین گوش میکنین، منم دلم میخواد دلمو خالی کنم. حالا چی بگم؟ بگم مگه آخه چه جوری میشه؟ میدونم که میشه. چه چیزی بگم؟ چقدر بدبختیه که یه چیزی باید پیدا کنم که نشون بده که حالا این جای تعجب نداره، ولی من دارم خودم رو یه جوری خالی میکنم. میدونی منظورم چیه نوید جان؟ آره متوجهم، ولی میخوام بگم که اینی که طرفدار داره نه تنها آخه چراش هم آخه به نظر من خیلی چیزه. میدونم. بازم ببین مثلا طرفدار، ببین مثلا این دو سه تا جملهش که آی ایران باید حفظ بشه آی فلان، اینا خیلی آدم جذب میکنه. یعنی تو نباید اون آدم ها رو فکر نکن احمقن. نوید ببین، برای همین من باید تکرار بکنم. خب برای اینکه منم دارم میگم که قابل پیش بینی هست که یه همچین حرفایی، یعنی قابل توجیه هست که یه همچین حرفایی طرفدار زیاد پیدا بکنه. خب یعنی من وقتی که دارم اینجوری مثلا با هیجانی میگم آخه چرا، بعضی موقع یه مقدار، یعنی یه مقدار فقط اکسپرس کردن خودمه به گوش شنوای مثلا کسایی که دارم برنامه رو نگاه میکنم. برای اینکه بعضی موقع از این اکثر، یعنی اکثر مشکلات نمیحل، اکثر خیلی از مشکلات جهان همین اینه که این حرفایی که منطقی نیستن طرفدار پیدا میکنن. بعضی موقع من به تو وقتی که دارم میبینم دوست دارم یک ناراحتی خودم یا که اعصاب خردی خودم یه مقدار با شما اشتراک بذارم از اینکه همچین اتفاقی میفته. اینجوری دارم بیانش میکنم. اینو به من اجازه بدین که بتونم از اجازه که داری، اجازه که داری، مشکل هم. من نه، بازم متوجه منظور من نشدی. من میگم اگر اون آدما طرفدارشن به خاطر اراجیفاش نیست. یعنی تو فکر میکنی این آدما همه به خاطر اینکه این اراجیف میگه طرفدارشن؟ من فکر میکنم تو داری دست کم میگیری این کسایی رو. نه 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 نه، دست کم نمیگیرم. اتفاقا به نظر من خوبه که نقدش کنیم، خوبه که بگیم بابا این اراجیف میگه. نه. اون بخشی هم که باز طرفدار دارم اراجیف، حتی اون بخش ایرانش هم اراجیفه. نوید منظور منو نفهمی، نمیگم امید دانه رو دست کم گرفتی. من دارم میگم کمبود منطق و بین مردم رو داری دست کم میگیری. یعنی من فکر میکنم خیلی از این کسایی که دنبالش میکنن اصلا حرفاشو قبول میکنن چون امید داره میگه. میدونی نظرم چیه؟ یعنی خیلی هاشون دنبال روح وفادار کاملش هستن. خب و یه سری چیزای اشاره کردی که خیلی دوست دارم. من به طور شخصی فکر میکنم چیزی رو که بیشتر از همه، یعنی تو گفتی به خاطر نژاد ستیزیشون یا به خاطر یه سری چیزی گفتی، ولی من فکر کنم بیشترین چیزی که مردم دوست دارن، خب که امید بهشون میده، اینه که مردم دوست دارن توی تیم یک کشوری باشن که قدرت داره، اقتدار داره، یعنی تو تیم برنده باشن. خب یعنی فرض کنین که ایران اگه اینقدر الان مشکل داره، اگه حکومتش اینقدر واقعا شره، این همه الان مردم ایران بدبختن، این به شما هویت، این ذلت و این هویت خدشه که به هویت ایرانی بودن ایران وارد میشه، خیلی اینو دوست نداره. خیلی دوست دارن برای همینه که خیلی ایرانی‌ها همش به گذشته ایران فکر میکنن، به امپراتوری ایران فکر میکنن. ایرانی‌ها و بقیه مردم جهان دوست دارن که فکر کنن که کشورشون واقعا قدرت داره، اقتدار داره، حکومتش حکومت خوبیه، دشمناش شکست میده. و اگه یک کسی بتونه بیاد با هر منطق غلطی، مهم این نیست که منطقش درست یا غلط باشه، فقط کافیه یه حرفی باشه که شما بتونیم بگین که آره اینجوریه، ما تو تیم، ما کشورمون قویه، ما حکومت دقیقاً همینه دیگه. آره. دقیقاً این اصلا ریشه نجات پرستیه دیگه. این ریشه نجات پرستی همینه. نه این ریشه قبیله گراییه. نجات پرستی خب قبیله گرایی اولین گزینه نجات پرستی، اولین بیسش نجات پرستی قبیله گراییه دیگه. از قبیله گرایی شروع میشه دیگه.
نه، نژاد پرستی یک نوع قبیله گراییه، ولی هر نوع قبیله گرایی حتما نژاد پرستی نیست. اوکی اوکی درسته دیگه، منم همینو میگم، میگم یعنی وقتی شما قبیله گرا باشید، وقتی نژاد پرست باشید حتما قبیله گرایید، حالا ممکنه قبیله گرا باشید نژاد پرست نباشید. درست، یعنی میخوام بگم که اینا بیساشون، یعنی این نتیجه اونه، یعنی نژاد پرستی نتیجه قبیله گراییه، ولی نه همه قبیله گرایی ها نتیجهش نژاد پرستی نمیشه، ولی اگه نژاد پرست هستید حتما قبیله گرایید. بله درست، کاملا درست. یه در... یعنی این مثلا میخوام بگم که امید دانا شاید بیشتر همه این آدمایی هم که طرفدارشن، درست منطق قبول دارم حرف تو که منطق مخصوصا در میان ایرانیان خیلی ضعیفه، و به همین دلیلم که هیچ اون داستانی که الان مجید گفتش که ایرانی ها خیلی با شعر و تمثیل و اینا صحبت میکنن، قبول دارم و منم نقد دارم بهش، منم میگم درست نیست. ما ایرانی ها فکر میکنیم یه چیزی رو که گفتی، یه شعری رو که حافظ گفته، حالا هر چقدر این اراجیف باشه درسته، چون شعره، چون حافظ گفته و چون شعر و زیباست پس درسته. یا یه ضرب المثل میاریم میبندیم اونجا قضیه رو. مثلا یکی از مقالاتاتی که ما میکنیم بستن راه استدلال با ضرب المثل، با شعر راه استدلال میبندیم با شعر، یعنی یه شعر میگیم، میگیم تموم شد دیگه، من گفتم دیگه، جواب تو دیگه. آره اینو قبول دارم و دلیلش هم همینه دیگه. یعنی میخوام بگم که بیشتر اون آدم ها ماره غیر منطقی هستن، چون اگه منطقی بودن مثلا فالوش نمی کردن. ولی بخشی که بیشتر به نظر من چیزه همین بخشیه که میگی دوست ندارن تو تیم بازنده باشه، دوست دارن بگن ما هم یه چیزی هست. قبول دارم، درسته، کاملا درست، من قبول دارم این حرفتو. نقدات هم خیلی خوب بود، حرفت هم به نظر من درسته. منم برم، اگه نکته دیگه میخوای اشاره کنی بگو. یه نکته همین که میخواستم بگم که به مثلا به کسایی که میگن که چرا اینو نقد میکنی، یا اصلا به هر کی، معمولا هر کی تو لایف شات یه ذره باهات مخالفت میکنه، حالا در مورد امید دانا که خیلی مخالفت میکنن، موزه خیلی شدیدی میگیری. حالا مخالفت دیگه، آدم با هم تفاوت دارن. خب چه اشکالی داره بگیرم؟ نه اشکالی نداره موزه بگیری، میگم چرا موزه تو انقدر شدید میگیری، یهویی میپری یارو. برای اینکه خب ببین، یه چیزی رو که ببین، بالاخره من که ربات هم که نیستم دیگه، یه مقدار نمیتونم همه چی رو بدون احساسات صحبت بکنم. وقتی یه نقدی رو برای بار هزارم جواب دادی دیگه، بعد از این مدت یه جوری جواب میدی که کسی که داره میشنوه نمیدونه که هزار بار این بهت نقد شده. این بیشترین نقدی که به من میشه همین اینه. خب آره، بالاخره منم یه وقتی که جواب میدم، شما باید وقتی که میبینین چرا اونجوری دارم جواب میدم، شما باید اینو در نظر بگیرین که من اینا هر جا میرم بزرگترین نقد به من این میشه، و اگه تمام تجربه منو پشتش مثلا دیده باشین، اون وقت میفهمین که چرا مثلا من اینجوری دارم جواب میدم. میدونی آره، تو دفعه هزارمت، ولی اون آدم دفعه اولشه دیگه. آره 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 اوکی. آره من دیگه حرفی ندارم، قربونت برم، مرسی که من آوردی. مرسی، حرفات نقدات خیلی خوب بود، ممنون از نقدایی که شما داری میکنین. سعی میکنم که من به شما قول در باره نقدایی که میشه از روش های برنامه ما، فقط به شما قول اینو میدم که سعی میکنم بهتر بشم، ولی بعضی موقع یه سری چیزا اینقدر تو ذات ما هست که با تمرین هم ممکنه درست نمیشه. من فقط قول سعی کردن رو به شما میدم، قول این که اصلا اصل داستان هم همون سعی کردن دیگه. انسان تو همه زمین ها باید سعی شده کنه، حالا دیگه چه نتیجه میگیریم اون یه چیز دیگه است. مرسی قاسم جان، ببخشید که بهتام سلام نکردم. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ نکنم.